سلام وقتتون بخیر این ویدیو مربوط است به پیام های شما دوستان عزیز سعی میکنم فقط پیام پاسخ بدم ولی بخش اولش رو به طور خلاصه هم بپرسم یک موضوع مهم یه سوال میخوام بپرسم آیا وزیری هست که نوع رفتارش بتونه باعث بشه که سید ابراهیم رئیسی بی اعتبار بشه در افکار عمومی یعنی مثلا وزیره بره تلاش بکنه وقت بذاره کار بکنه خیلی تو کاری خودش تلاش بکنه از نظر خودش مشری باشه بعد خروجی کارش یه چیزی باشه که مردم مثلا از رئیسی ناراحت بشن اعتبار رئیسی بیاد پایین جایگاهش بیاد پایین داریم همچین کسی بله وزیر ارتباطات وزیر ارتباطات فردی هست که من چند تا نکته میخوام بگم فکر میکنم اگه حرفای من به گوشت برسه بری بهش فکر بکنی ضرر نمی کنی. این حرفا که من زنم الان اگر بهش فکر بکنی اتفاقات خوبی میتونه بیفته ولی اگر بهش فکر نکنی شما شما فردی خواهی بود که ضربه میزنی به جایگاه سید ابراهیم رئیسی و این کارکتر زمانی که ضربه خورد بی اعتبار شد بی حیثیت شد اون دولتی که جریان انقلابی امیدوار بود جریان حامی ایران امیدوار بود بتونه مردم معرفی کنه اون بی اعتبار میشه یعنی تو به یک جریان ضربه میزنی اگر فکر نکنی به نکاتی که خدمت شما میگم من تو من قبلش یک دو سوال هم میخوام بپرسم تیم رسانه‌ای داره ایشون واقعا برای من سواله یعنی مثلا برات مهمه افکارومی در واقع چی میگن در شخص خودت مثلا اگر یه چالشی پیش میاد در زندگیشون که احساس میکنن به حوزه کاری شما برمیگرده با چه واجه های شما رو خطاب میکنین مهمه یا نه یا مثلا چون ما با مجلس طرفیم مثلا مردم دیگه اهمیت نداره یه واژه میخواستم بگم گفتم به احترامی میشه نگفتم مردم اهمیت نداره دیگه برو میریم با مجلس طرفیم دیگه رأیمون رو باید مجلس بده و کمیسیونا با اون کار دارن و تو مجلس میخوان خطابمون بکنن و بیارن ما رو ببرن دیگه اصلا مردم کجای داستانن مردم مثلا جایگاهی ندارن اینو تیم رسانی حالا تیم رسانی که نتیم مشاوره ایشون باید درش توضیح بده مردم چجوری به نگاه میکنن اینا مهمه اگر ببینن اولین سال که میپرسن چیه لبخن روی می لبش رو میاد اخم میکنن من این چیزیو قبل از اینکه نکات خودم رو شروع کنم باید بگم ببین دوستان وزیر قبلی ارتباطات وزیر قبلی ارتباطات آقای آذری جهرومی در افکارومی به عنوان وزیر شوآف شناخته میشد میگفتن یه آدمیه که همش دنبال آیا همه این شکلی نگاش میکردن فکر میکنم نه بخشی از مخاطبین رو وقتی دنبال بکنی اونا از این مدل و از این رفتار خوششون میومد یعنی فکر میکردن که نه اتفاقا این یه وزیریه که مثلا کریخانی خودشی داره تو فوتبال عکساشو منتشر میکنه این ور میره اون ور همین خوبه همین این شکلی خوبه یه انگاره در ذهن شکل گرفته بود زمانی که این وزیره با این کاراکتر و این چارچوبی که تعریف کردم روی کار بود و اون انگاره این بود که یه سری مشکلات داره در شبکه اجتماعی پیش میاد از مثلا قطعی ها و وصلی و کمبود سرعت و چیزایی از این دست این وزیر عاملشه دولت روحانی عاملشه و خیلی ها تصورشون این بود که خب اگر این وزیره کنار رفت این وضعیت بهتر میشه و متاثر از اون ناکارآمدی هایی که در فضای مجازی میدیدند، اون نقد هایی که به فضای مجازی داشتن این وزیره رو رفتاری که انجام داد شوآف می کاری که انجام میدم نمایشی وقتی که یک همچین کارکتری که مدام تصاویرش رو منتشر میکرده مدام تلاش میکرده یه تیم رسانی داشته باشه که اینو با مخاطب رفیق بکنه مدام تلاش میکرده که در توییتر بیشتر از محل کارش آنلاین باشه کامنت رو بیشتر جواب بده درگیر مسئله از این شکل باشه وقتی همچین وزیری میره کنار اگر اون بعدیه که میاد غیرت نداشته باشه در حوزه ارتباط با مردم دارم میگم ما. در حوزه ارتباط مردم غیرت نداشته باشه جدی با،, با, مردم ارتباط نگیره تلاش نکنه که مدام در کنار مردم باشه در بینشون باشه هم قبلیه رو معتبر میکنه اگر مثلا انقلابی ها و حامیان ایران که ایران مطالب من رو میبینن دیدشون نسبت به اون وزیر قبلی منفیه ببین من دارم منفعت طلبونه و کسیف داستان رو براتون روایت میکنم که بفهمید چه ضربه ای دارید به خودتون میزنید بفهمید چیکار دارید به خودتون می‌کنید هم داری به قبلیه اعتبار میدی اگر بین مردم نباشی اگر فضای رفاقتی با مردم نداشته باشی اگر نتونی به اصطلاح خودمون میدانداری درستی انجام بدی هم باعث میشه که مردم به شرایط فعلی ناامید بشن ناامید بشن و اصلا راهکار همون قبلی ها بود بابا که اصلا چیزی بارشون نیست مردم بیشتر از بحث معیشتی سرعت اینترنتشون رو میفهمن میخوای اینو باور بکنید یا نه مردم بیشتر از بحث معیشتی بیشتر از حتی مثلا ریال کفه جیبشون اینترنتشون رو میفهمن این اینترنت اگر بهتر نشه و ما به خودمون بیایم ببینیم که سرعتش پایینتر اومده داره بخشی از جامعه رو کلافه میکنه خیلی بد میشه ها رفتاری که شما در حوزه وزارت ارتباطات دارین نشون میدید و آقایانی که در این حوزه نقش دارن و اثر دارن خلاف حرفهای آقای سید ابراهیم رئیسیه من میدونم که خلاف حرف ایشونه ایشون در مناظره ها اومد به یه چیزی تاکید کرد یک چیزی من افتاد و اون این بود که آقا باید برای بچه ها و اون کسانی که بازی های آنلاین دارن انجام میدن هم فکری کرد یعنی ببین ابراهیم رئیسی وقتی میاد در خصوص اینترنت صحبت میکنه برای اینا هم دغدغه داره خب الان سرعت اینترنت به نفع اینا یا به ضرر اینا اینا کجا اصلا در جایی از داستان شما تعریف میشن یا نه یک جمعیت چند میلیونی اند دیگه دارن بازی آنلاین انجام میدن حسشون نسبت دو دولت شما چه جوریه اصلا با اینو کاری نداریم سود اینترنشنال بی بی سی امسال دارن محتوا تولید میکنن سریع آپلود میکنن در شبکه میفرستن مردم میبینن من تو ایران نشستم در دفاع از وطنم دارم محتوا تولید میکنم یک ساعت دو ساعت یه ساعت و خورده ای طول میکشه محتوا آپلود بکنم حالا اگر آپلودم کردم در دفاع از وطنم محتوا آپلود کردم چند نفر فرصت میکنن با سرعت اینترنت شما از داخل ایران محتوا رو ببینن اینا اصل مهمیه یا نه یا مثلا اینا اصلا چرت و پرت اصلا ولش کن اینا چی در واقع اینا مهمه فکر میکنم حتی اگر به حوزه ای کاری شما رب نشه باشه یعنی حتی اگر یک شورایی باشه که اون درباره اینترنت تصمیم بگیره مردم از نگاه شما میبینن و هزینهش رو دولت رئیسی میده در نهایت اصلا کسی وزیره رو یادش نمیمونه میگن یه یعنی دولتی بود دولتی که اومد روی کار میگفتن دیوار میکشه سرعت اینترنتون رفت پایین نمیبینن که رئیسی بابا دیوار شکسته رئیسی بین مردمه وزیرش داره یه شیوهی رفتار میکنه که اون شیوهی رفتاریه مورد تایید خودش هم نیست و اینجا مردم هزار تا تناقض می‌بینن دیگه حالا هر چی توضیح دیگه این رفتار رفتار رئیسی نیست مردم میگن که خب پس وزیرها چرا انتخاب کرده ببین نوع رفتار شما نوع رفتار شما حتی به جریان انقلابی و جریان حامی ایران هم داره ضربه میزنه ها من امروز حالا چرا من خودتون یه سرچ بکنید در توییتر یا سرچ بکنید ببین مردم در تو سرعت اینترنت چی میگن با این بخشش کاری ندارم سوال جدی اینه خب یه وزیری داشتیم این وزیر تلاش میکرد بین مردم باشه عکس بگیره کامنت جواب بده توییت بزنه وزیر ارتباطات سابق شما الان اکانتتون کجاست یعنی مثلا مردم اگر بخوان حرفاشون رو بزنن چجوری به شما بگن ما یه هشتگ را بندازیم علیه شما بعد مردم همه یاد بگیرن بیان زیر اون هشتگ حرفا رو بزنن و امید داشته باشن شاید شما ببینی یا اینکه یعنی چیکار کنیم حرفای ما برای اینکه به گوش شما برسه چیکار بکنیم ببین شما تکی که بازی نمی‌کنی ما داریم فوتبال بازی می‌کنیم یکی نقشش هواداره یکی تیم رسانه ایه یکی روزنامه ای شماست یکی این سی میدان میگه که من مثلا چهار تا سوت میزنم یه جوری انرژی به اینا برسه یکی دروازبان تو هم یه جایی نقشی داری این نقش تو میتونه آسیب بزنه به جایگاه جریانی جریانی که مردم تو رو به اون جریانه میشناسن فکر کردین به این داستان یعنی ارتباط شما با مردم چقدره اگر ارتباط ندارین اگر در شبکه خود رئیس جمهورش که هیچ رهبرش فهمیده که باید حتما در فضای غیر فارسی زبان هم باشه وزیر ارتباطات کجای ای این شبکه اجتماعیه حالا من فرض میگیرم مثلا آقا شما میگی که اینستاگرام صهیونیستی است تلگرام جاسوسی است من در اینها نخواهم بود خب دمت گرم آقا الان یه شبکه شما فارسی زبان من بگو من بیام اونجا پیاممو به تو بدم شماره تلفن و بحث این شکلی نه یه شبکه شما که من بدونم اونجا به شما یک پیام میدم شما اونو میبینی و اصلا اونجا تو رو میبینم ببینم وزیرم چه شکلیه مثلا حرف حساب چیه کجاها میره چیکار میکنه ببین اصلا جدیه یعنی شما اصلا احساس میکنم که وزارت ارتباطاتی که در حال حاضر با محوریت شما با شروع رو هستیم اینا رو نمیخواد بفهمه و شما اگر اینها رو الان نفهمی حرفای من حرفی ناراحت کننده ایه میتونه برای من هزینم داشته باشه ولی شما اگر حرفای امروز من رو نفهمید هم به جا... حالا جایگاه خودتون که شما احتمالاً خوشحال هستین که وزیر مملکت شدین و حالا اگه بالاتر رفتین که چه بهتر نشدم همین خوبه دیگه ولی به جایگاه یک تفکر در میزنه ها خیلی ها امروز گلایه دارن من یه مثال براتون میزنم یک دوستی از آمریکا اومده بود ایران میگفتش که تو ماشین نشستم این اومده بود برای خود من اینو تعریف می‌کرد. میگفتش که طرف هی شروع کرد فوش دادن به این وضعیت و ناراحتی و ابراز گلایه و اینا بعد گفتش که آقا آمریکا خیلی خوبه من میتونستم میرفتم آمریکا و اینا میگه که برگشتمش گفتم که آقا حرفای منو قبول داری من از آمریکا اومدم من حرف بزنم حرفای منو قبول داری می اون راننده جوون بود گفتش که بله بفهمید میگفتم که آقا اینجایی که من دارم توش زندگی میکنم اسمش آمریکا نیست اسمش امریکاره عمری کار باید یک عمر کار بکنم که بتونم اونجا زنده بمونم همینجایی که هستی خوبه این شکلی نگاه نکن اشتباه ساختن اونجا رو میگه اون جوونی تو تعجب کرد بعد من بهش گفتم که نکنه فکر کنی من هم موضوعی جمهوری اسلامی ام من دارم داستان رو تعریف میکنم دنیا فکر نکنه این شکلی که تو تو ذهنت برات ساختن همین که حسی رو تلاش کن بسازی ایشون میگه من اومدم جلو اون جوونه رو قانع کردم بقیه چالشایی داشتن حرفایی داشتن یک رویایی در ذهنشون ساخته من برای اونم تو ذهن که وضعیت بهتره نو رسیدیم خونه خونه که اسوامیلامون میگه که تقریبا همه حرف منو میپذیرفتن که آقا اصلا این چیزی که تو داری میگی درسته یعنی تو به عنوان یک آدمی که قرار رو تجربه کردی حرفا درسته و ما میپذیریم حرفای تو رو بعد میگفت گوشی گرفتم دستم یه مقدار شروع کردم باش و رفتن میخواستم چند تا ویدیو ببینم و یه چهار تا کانال چک بکنم گفتم آقا وضعیت اینترنت چرا اینجوریه میگه اینو که گفتم یکی از عوام اون خندید گفتش که فکر کرد اینجا آمریکاست سری یه دکمه بزنی این سرعت اینترنت دقت کن این چی شد میگه من به همه توضیح دادم که تعریفی که از غرب برای شما ساختن تعریف غلطیه اون آقایی که جیبش خالی بوده مشکل معیشتی داشته متأثر از حرفایی که من زدم به خاطر اینکه تو غرب زندگی کردم پذیرفت که تعریفی که از غربش ارائه دادن تعریف دروغیه ولی به من اینکه سرعت اینترنت رو مردم این که برمیگره میگم سرعت اینترنت رو مردم بیشتر از همه چیز میفهمن حتی از ریال هم بیشتر میفهمن حتی از معیشت بهتر میفهمن همینا میگه به محض اینکه بحث اینترنت شد گفتیش که آقا اصلا تو فکر کردی خارجه اینجا اینترنت این شکلیه فهمین چی شد نوع رفتار شما نوع کار شما خروجی کار شما که الان ممکنه در پاسخ من بگید که سرعت پایین نیومده سرعت بالا نرفته این پاسخهایی که من میدونم که احتمالاً شما میخواد بدید یا میخواد بگید به ما ربطی نداره یه شورای هست اونجا تصمیم گیره آقا از طرف شما مردم شما رو میبینن تو این داستان اگر میخواد برای این قضیه فکر بکنید اگر نمیخواد فکر بکنید اعتبار خودتون در مرحله اول آسیب جدی البته اعتبارتون که من فکر کنم اگر از دوستانتون بپرسید این نظر سنجی بذارید میفهمید مردم حس مثبتی نه تنها به شما نداره، بلکه نوع رفتار شما و بی ارتباطی شما مردم باعث شده حسشون نسبت به قبلی ها بهتر بشه الان طرف میکنن ظاهرا قبلی خوب بودن چرا چون یه وزیری داره به شیوه رفتار میکنه بین مردم هم که نیست کاری هم نمیکنه و متاسفانه این روی مردم روی نگاهشون خیلی میتونه اثر داشته باشه دل سوزانه بود این حرفا میتونه شما رو عصبی بکنه میتونه به این جرمنی برسونه که مثلا دانا مر تخریب میکنن یه چیزایی دارن میگن علیه ما برنامه میسازن بودجه های میلیونی صرف میکنن علیه ما آقا از خودتونیم از خودتونیم این حرفی که داری میزنی این نوع رفتاری که داری میکنی آسیب داره میزنه به مردم مردم رو کلافه میکنه به جایگاه خودت داره آسیب میزنه به همه چیز داره آسیب میزنه و اگر امروز برش فکر نکنی اگر این حرفای تلخ امروز من شما رو آگاه نکنه به خودت نیاره یه راهکاری برای این داستان ها پیدا نکنین من احساس میکنم اگر فردا روزی نظر سنجی بشه و محبوبیت سید ابراهیم رئیسی محبوبیت اون دولت غیر غربگرایه تو افکار اون پایین اومده باشه و یواش یواش جریان غربگرایه در افکار اون دوباره متور شده باشه شخص شما داخلش نقش نکته دیگه ندارم تلاش کردم نکاتم رو بگم احساس می‌کنم این بحث اصلا مهمیه انقدر راحت نباید از کنارش بگذریم مگه میشه شما در این مملکتی هستی رهبرش در این مملکت حتی برای پاکستانی‌ها پیج داره یعنی پاکستانی‌ها که من میدونم از چه جهت دارم میگم چون زبونشون زبون خاصیه رفته برای اونها <تصفح> زبان تخصصی اونها پیج داره برای افغانستان پیج داره برای عرب‌ها برای اسپانیایی زبان‌ها <تصفح> ولی وزیر ارتباطش نیست تو این فضا نیست یعنی هر چی می‌گیم که خب مثلا زیر سنگای فضا مجازی اون وزیر اینجاه نه مثلا رئیس جمهور کجا اونجا توییتر مثلا فلان وزیر رو پیدا میکنم این یکی اینجا اون یکی تو فلان وزیر ارتباطات کو از انگار بهش رفتی نداره انگار مثلا از این فضا هیچ چیز به او رفتی نداره اینو نگران کننده است این ترسناک و باز یادآوری میکنم برای هزار بار یادآوری میکنم این نوع رفتار شما به یک تفکر آسیب میزنه به یک تفکر آسیب میزنه اگر نمیتونی راهکاری براش داشته باشید اگر تمایلی ندارید داشته باشید و اگر احساس میکنید که اینا چرت و پرته یه مشورت با تیم رسانه‌ای بگیرین ضرر نداره اونها هم احتمالاً نکاتی خواهند داشت که اون نکات میتونه قابل اعتنا باشه من نکته دیگه ندارم احساس میکنم اگر توی این ویدیو بخوام به پیام ها بپردازم خیلی وقت نمیشه چون تقریبا مفصل همشو برات این مسئله و به خاطر این ترجیح میدم که این موضوع اختصاصی همین بمونه اگر کسی احساس میکنه که این مسئله مهمه برسونید به وزیر ارتباطات برسونید من وظیفه‌م سکوت کردن نیست من وظیفه‌م حرف نزدن نیست مشکلات جامعه رو باید بگم اون چیزی که جامعه ای ما کلاف است بابتش و میاد به من پیام میده حتی اون رفیقی که اصلا با ما همسو نیست من موظف هستم بگم و باز اینو یادآوری میکنم ببین اون کسی که در سعود اینترنشنال و من و تو امسال هایش اون مشکلی نداره اون با سرعت فوق العاده بالای اینترنت داره آپلود میکنه مطلبش رو ارائه میده منی که برنامه ساز وطنم هستم من دارم کلافه میشم تو این داستان دو ساعت بعد بشینیم مثلا یک سیستم این آپلود بشه مثلا ارسال بشه حالا آپلود بشود مردم فرصت دارن ببینن مردم میتونن دانلودش بکنن با صورت اینترنت شما طرف انگیزه برای دیدن اینو داره هزار بار ویدیو داره قطع میشه من نکته دیگه ندارم اگر نکته داشتین به این ویدیو اضافه بکنین وقتتون بخیر